به نام حضرت حق. سلام علیکم و رحمت الله. برنامه حدیث زندگی سلسله مباحث حج با زبان ساده. در این برنامه زیارت مسجد نبوی در مدینه منوره و سایر اماکن مقدسی که در کشور عربستان سعودی مخصوصا شهرهای مدینه منوره و مکه مکرمه و اطراف اکنافش قرار داره، در بیان احکام همی دیدار با اینمی اماکن مقدس در خدمت شما قرار داریم. رفتن به مدینه منوره هیچ رکن، شرط، وجیبه و الزام برای تحقق حج کامل و حج مبرور شناخته نمیشه. در واقع یک عمل کاملا نفلی و زاید است که حجاج معظم و مکرم ما انجام میتن، ولی عمل پسندیده و احسن و نیک به این معنا که شخص حاجی بر علاوه از اینکه به نیت فراگیری دنیای آموزش که به اونجا ما میریم با یک عالم معلومات خیلی مفید، معلوماتی که از اثر مشاهده عملی که یکی از روشها و یکی از ابزار در روشهای تحقیق شناخته شده امروزه، ما اونجا میتونیم به دست بیاریم. به همین نیت و به همین مرام میتونه که سفر تحقق بیافه و از طرف دیگه فضیلتی که در ارتباط و ادای نماز در مسجد نبوی از سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان شده و همچنان فضیلتی که در ارتباط به ادای نماز در مسجد قبا، اولین مسجدی که بنیادش بر اساس تقوا بنا نهاده شد، در این ارتباط خوب است که روشنیایی را ما داشته باشیم و مباحثی را در یادداشت‌های خود بگیریم که انشاءالله نه عملی را انجام بتیم که با او عمل خدای نخواسته اعمال نیک خود به نحو خدشدار بسازیم و نه عملی که محبوب است او را ترک بکنیم. حجاج مکرم و معظم در شهر مکه به دیدن غار حرا، جایی که مقر نزول وحی است، سفر میکنن. دیدار از امو کوه و امو غار مغاره فقط یک سیر و سیاحت میتونه تلقی شوه و فضیلتش در امی حد است که حضرت پیامبر، حضرت رسول معظم صلی الله علیه و سلام به خاطر تزکیه نفس خود به اونجا سفر میکردن و اولین بار وحی الهی هم همونجا خدمتشان ارائه شد. بنان با همین نیت باید دی سفر انجام شوه و طبیعی است که با دیدنش دل انسان به یک سکون و آرامش هم میرسه که خوب است، عمل محبوب و مستحبه. در مکه مکرمه موقعیت مقدس و مشهور دیگه وجود داره به نام جبل نور و همچنان غار ثور. غار ثور جایی است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که از مکه به مدینه هجرت میکردن، در این مغاره از شر مشرکین قریش به مدت درنگ کردن و پناه بردن. به او خاطر فقط برای دیدن خوب است که افراد یک بار برن، اما کسایی که از این مکانا خاک میگیرن، سنگ میگیرن، به عنوان تبرک جستن، میبوسن و موقعیت ها را به چشمای خود میبالن، یعنی اعمال خرافی است که نباید از طرف یک شخصی که اراده حج مبرور داره صورت بگیره. همچنان موقعیت های دیگه در مکه مکرمه وجود داره، مثل کتابخانه که یکی از خانه های حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فعلا به کتابخانه مبدل کردن و موقعیت های مبارک دیگه که خوب است حجاج فقط به خاطر دیدن یک سیر بکنن اونجا. حجاجی که مستقیما از افغانستان هم وطنای عزیز ما عازم مدینه منوره میشن، یا ای که بعد از انجام مناسک حج
و دیدار شهر نبی، شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره میاین. اینجا خوب است که توجه شوه برای اعمالی که انجام میتیم، چون دقت داشتن خالی و عاری از عیب است و در عین وقت شامل مزیت است. خوب است که ما دقت داشته باشیم. مسجد نبوی که مقبره مبارک و مطهر حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و دو یار محبوبش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه اول مسلمین و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین و خلیفه دوم مسلمان ها در امی کنار مسجد موقعیت داره. همچنان در طرف کنارتر از او مقبره جمیع موقعیت داره که به نام بقیع الغرقد یاد میشه. متاسفانه عده از هموطنان ما و عازمین سایر ممالک اسلامی در اونجا مرتکب بعضی اعمال میشن که در شریعت جایگاه نداره و فقهای اسلامی، فقهای احناف ما قطعاً چنین اعمال را نپذیرفتن و مردود شمردن. مثل امی بازم تکرار میکنم، مالیدن در چشمای خود و ابزار و وسایل را بر تبرک جستن میبرند، اونجا میمالن، مانند بر بعضی کسات بسیار منت هم میگذارند که ما برد یک تسبیح آوردیم که در مرقد رسول صلی الله علیه وسلم تماسش دادیم، یا فرزند بر کسی منت میگذارند که این دسمال را که میبینیم ای را در مقبره پیامبر صلی الله علیه و سلم یا هر کسی که برشان محبوب است یا در غار حرا، در غار ثور، در اونجا میگن که تماس دادیم یا یک مقدار سنگ و خاک را میارن. این چیزا کاملا در شریعت جایی نداره و هیچ ارزشی نداره. خوب است که به صورت جدی و قطعی از اینا اجتناب شوه. بقیع الغرقد که بعضا از اثر اشتباه جنت البقیع برش میگن، جنت البقیع نام اشتباهی است که بر از این موقعیت داده شده. مجموعه مقابری است که از اصحاب کبار، از امهات المؤمنین بعضشان هم اونجا دفن هستند و گفته میشه که خود حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یار پیامبر و خلیفه مسلمان ها، خلیفه سوم اسلام در اونجا مدفون هستند. این هم اینمی احکام را در خود داره که قطعا باید از اعمال خرافاتی اجتناب شود. ما قبر پیامبر را وقتی زیارت میکنیم یا بقیع را زیارت میکنیم، بقیع الغرقد را یا هر قبر دیگه را، خوب است که اهداف مشخصی داشته باشیم از این کار خود. هدف اول امی است که ما باید بیاموزیم. آموزش یک امر بسیار حیاتی و مهم و یک فریضه اسلامی است که بله ما میتونیم اون زنمو حضور در بالای مقبره بیاموزیم. مورد دوم، قلب انسان نرم میشه با دیدن قبر یک انسان دیگه. و یک هدف دیگه میتونه ای باشه که ما دعا کنیم در حق کسی که وفات کرده و فعلا دمو زیر خاک مدفون است، در حقش دعای خیر بکنیم و از خداوند متعال برش تعالی و مغفرت و جایگاه بلند آرزو بکنیم. در این وقت حسن دیگه رفتن برای مقبره ها، برای مقابر همی است که یادآور مرگ است برای خود ما. ما را به یاد از این میاره که ما هم اینجا رفتنی هستیم و جای ما هم اینجا است و آخرت را هم برای ما یادآوری میکنه. بنابراین مانع نیست که فرد به مدینه منوره یا به مکه مکرمه قبور را زیارت بکنه یا در شهر خودش، ولی با در نظر داشته اینمی شرایط و اینمی اهدافی که خدمت شما ارائه شد. در مدینه منوره بر علاوه خود مسجد نبوی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمره سی مکانی که سفر به خاطر عبادت در اون سی مکان جایز دانسته شده و جایز گفته، یکیش امی خود مسجد نبوی در مدینه منوره هستند و فضیلت بسیار زیادی هم 500 رکعت نماز، یک رکعت نماز
فضیلت داره در اونجا. یعنی فردی که یک رکعت نماز ادا میکنه برابر به این است که 500 رکعت نماز یا در روایت 5000 رکعت نماز گفته میشه. خب ما و شما همیره در نظر داریم که فضیلت خیلی بلند در ادای عبادت در مسجد نبوی وجود داره. در ضمن مسجد نبوی، مسجد قبا یک جایی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برش فضایل زیاد را یاد کرده. یکی از او فضایل ای است که حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کرده، میگه کان نبی صلی الله علیه و سلم یأتی مسجد قبا کل سبت. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر شنبه به مسجد قبا می آمد، ماشیان و راکبان، در حالی که گاگای مثلا سواره می بود و گای هم با پای خود، ماشیان با پای خود می آمد یا راکبان سواره با سواری سوار شده می آمد. میگه عبدالله ابن عمر میگه که ما هم و یفعله، ما هم این کار می کردم. و در روایت دیگه که از سهل بن حنیف روایت شده در قسمت فضیلت مسجد قبا ای است که میگه، من البته نقل میکنه از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، من تا طهر فی بیته، کسی که خود در خانه خود پاک کرد، یعنی منظورش وضو حاصل کرد یا غسل کرد، ثم اتا مسجد قبا، بعد از او به مسجد قبا آمد، فصلى فيه صلاه، بعد از او یک نماز در این مسجد قبا ادا کرد، کان له اجر عمره، میگه برزی به اندازه یک عمره یا مانند یک عمره اجر و پاداش است. پس بهتر از حجاجی که عازم مدینه منوره میشن و ای سعادت نصیبشان میشه، گاه گاه برای ادای یک دو رکعت نماز به مسجد قبا تشریف ببرن و با امنیت که پاداش ازی خیلی بزرگ است. در مدینه منوره اماکن دیگه هم است که طبیعی است به عموم کاروانای زیارتی افراد راهنمایی هم میکنن، میبرنم منطقه احد، شهدای احد در او دفن هستند و خوب است که یک بار دیده شوه. استراتژی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جنگ احد وضع کرده بود او را یک بار مطالعه شوه از نزدیک، خیلی ارزشمند است، به دل انسان بسیار اثر میگذاره و در حق شهدای احد هم که به شمول حضرت حمزه کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم تعداد زیادی از مؤمنین مجاهد و جان فدا در اونجا مدفون هستند، در حقشان دعای خیر شوه و بازم قطعا اجتناب شوه از اینکه کسی یک مقدار سنگ و خاک و کلوخی را به عنوان تبرک همراه خود بیاره و کسی را منتدار بسازه که بر تیره از احد آوردیم یا از جای دیگه. و جاهای دیگه که اگر بتانن به صحه بدر برند، جای دیدنی است، اگر ممکن باشه میسر باشه به خندق رفته شود، جای دیدنی است، حداقل یک دیدنش خوب است که بر انسان یک سلسله روشنی هایی را به وجود میاره. از حیث اینه که ما بگویم اونجا کدام کرامتی وجود داره، از حیث اینه که تو عملی مشاهده میکنی میبینی که واقعا پیامبر چقدر حکیمانه برخورد کرده و تصمیم گرفته. برتان و بر خود ما، بر تمام مؤمنین دنیا، سعادت هر دو دنیا را آرزو دارم. ایام به کامتان. سلام علیکم و رحمت الله.